میگن فلسفه از یونان آغاز شد. ما همینجا ادعا داریم که نه خیر، از ایران هم آغاز شد. غربی‌ها نمیخوان اینو قبول کنن، میگن نه خیر، زادگاه فلسفه یونانه. نه خیر، بنده میگم ایرانه و دلایل میارم که افلاطون تحت تأثیر حکمت ایران باستان بوده. دلایل قطعی از خود اروپاییان میارم. بله بوده. حالا ما خودمون نمیخوایم ایران خودمون رو تحویل بگیریم، خب چیکار کنیم؟ ما دوست نداریم. غربی‌ها سابقه خودشون رو دوست دارن، حفظم کردن. تمام غرب از یونان باستان میگیره تا حالا. ما نه، ما دیگه قبل از اسلام میخوایم به فراموشی بسپاریم و الاسلام یجب و ما قبل از این حدیثا هم جهل میکنیم، دروغ میخونیم و میگیم قبل از اسلامش خبری نبوده. نه خیر، خیلی خبر بوده، خیلی خبر بوده. ما الان ببین، ما در مقابل عربا قرار نگرفتیم، ما در مقابل اروپایی‌ها که میگن همه اقوام بربر بودند، ما رو بربر میدونن، یونانی آدم بودند. ما در مقابل اونها حرف داریم. اون وقتی شما سایر اروپا، حالا یونان نمیگم، در توحش به سر میبردن، ما کوروش داریم و منشور حقوق بشر. این منشور زنده است، دروغ نمیگم. و عربا کجا بودن؟ در جاهلیت به سر بردن. ما کوروش داریم و منشور حقوق بشر. منم کوروش، شاه جهان، شاه دادگر، پسر کمبوجیه. آنگاه که بدون جنگ و پیکار به بابل در آمدم، همه مردم مرا با شادمانی پذیرفتند. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. من بردهداری را برانداختم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند. شهرهای ویران را آباد کردم و مردمان آواره را به خانه های خود بازگرداندم. من جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را برای همگان به ارمغان آوردم. نگاشتن این گونه کتیبه ها در اون دوران در نزد شاهان مرسوم بود، اما این که در کتیبه ای بنویسند که فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند، سابقه نداشته. تا قرنها بعد از هخامنشیان هم سابقه نداشته. تا قانون اساسی امریکا که اعلام کردند که حکومت دین رسمی ندارد، چنین آزادی بی سابقه بود. دموکراسی غرب و قانون اساسی و حقوق مدنی امریکا هم از اندیشه کوروش بزرگ الگو گرفته. یعنی در هنگام نوشتن قانون اساسی امریکا به پیشنهاد تاماس جفرسون دو متن رو به عنوان مدل قرار میدن، چون ببینید یک کشور جدید داره درست میشه. بله. نخستین کشور مدرن جهان هست به این معنی. بله. نخستین جمهوری جهان هست. مدل فرمان روایی ندارند. بله. از این مدل های اروپایی هم بیزارن، چون از اون بریدن دیگه. بله. دی میگفتن اینجا هم پادشاهی بشه. بله. خب نمیپذیرن. دو مدل رو مقابل خودشون قرار میدن. یکی اون مدلی که ماکیاول در کتاب شهریار فرانسزش صحبت میکنه، میگه فرمان روا باید از مردم باید بیمناک باشن از فرمان روا. بله. و این رم در واقع نصیحتی است که مدیچی ها میکنه. بله. یعنی به اونها میگه که شما خودتون رو خیلی با مردم آلوده نکنید، فاصله. بله. بگیرید. پیام گزنفون چیه؟ میگه پادشاهان هخامنشی یا کوروش و کوروش ها بر قلب مردم از راه مهربانی و این مدل رو انتخاب میکنه. و تاماس جفرسون ظاهرا گزنفون رو میخونده، نه تنها میخونده بلکه تعریف میکنه ازش. میگه که این مدل درستی است و این مدل رو انتخاب میکنه. یعنی تجربه هم که امریکایی‌ها داشتن جنگ های دینی اروپا بوده دیگه، یعنی از اون بریدان بودن و میخواستن یک شهر جدیدی رو بسازن که اینجا نمونه که در
پندنامه شاید به این گزنفون هستش در مورد کوروش خیلی پسندیده تر. یعنی مردم باور داشتند که مردوک خشمگین بود، مردوک به سرتاسر کشورها نگاه کرد تا فرمان روای دادگری بیابد که با او همراه شود. سرانجام مردوک نام کوروش پادشاه انشان را برخاند، نامش را بر زبان راند تا فرمان روای همه جهان گردد. مردوک خدای بزرگ بابل پشتیبانی برای پرستندگان خود برگزید و از کردار و اندیشه کوروش خرسند بود. او به کوروش فرمان داد تا به شهر بابل بیاید، در حالی که خود مردوک دوش به دوش او همراه بود. بی هیچ نبردی مردوک کوروش رو به شهر خود آورد. این باور مردوک پرستان بود. یهوه پرستان هم باورهای این چنین داشتند، در حالی که یهودیان امید داشتند که از بنی اسرائیل از نسل سلیمان و داوود پیامبر فرمان روایی به دادشان برسد. به ناگهان همه امیدهای خودشون رو در یک غیر یهودی، در یک فرمان روای پر آوازه یافتند. اگرچه بنی اسرائیل رو قوم برگزیده یهوه می دونستند، اما کوروش پادشاه پارس مسیح و برگزیده یهوه شد. کوروش فرمان آزادی یهودیان را صادر کرد و ثروتهایشان را به آنها برگرداند. همه اینها در دورانی صورت گرفت که مردم بردگان و بیمقدارانی بودند، رعایایی بودند در تحت فرمان فرمانروایانشان. هر فرمانروایی به واسطه خدایان خود قدرت حاکمه بود و مردم مجبور به پرستش آن خدایان و اطاعت از آن فرمانروا بودند. این که من بردهداری را برانداختم و فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خدازاد باشند اصلا چیز عجیبی بود. کوروش بزرگ خدای ادیان دیگر را ستایش کرد و خدایان کوروش بزرگ را ستودند. به جای خراب کردن معابد و آتش زدن شهرها و به بردگی گرفتن مردم، به رسمیت شناختن خواسته مردم و حقوق مردم از ابتکارات بزرگ کوروش بود. کوروش فقط قهرمان میدانهای جنگ نبود، اگرچه اون هم بود. اسکندر مقدونی هم قهرمان نبردها بود، اما آنچه که کوروش بزرگ رو بر دیگر شاهان برتری میده کردار و اندیشه کوروش بود، تعیین رفتار انسانی برای حاکمان و تعیین حقوق شهروندی برای مردم بود. در 22 مهر ماه گئوبرو سپهبد بزرگ پارسی به همراه لشکر کوروش بی هیچ جنگی به بابل وارد شد. نئونئید پادشاه خونریز بابل دستگیر شد و پس از 2 هفته در 7 آبان ماه 538 پیش از میلاد، کوروش بزرگ در میان جشن و شور و اشتیاق مردم بابل به این شهر وارد شد. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.